باور خبری دشوار که در این مدت کوتاه 53 روزنامه‌نگار در جنگ حماس و اسرائیل کشته شدند. همین دیروز دو روزنامه‌نگار دیگر در لبنان جان باختند. رئیس جمهور آمریکا میگوید آزادی شماری از گروگان‌ها بسیار نزدیک است. به گفته سناتور فرانسوی آقای روتاریو در جمع گروگان‌های آمریکایی یک کودک 3 ساله وجود دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت این تصمیم گیری سخت اما کار درستی است. فرانسه از تلاش قطر در امر آزادسازی گروگان‌ها قدردانی کرد. اسماعیل هنیه که در قطر به سر می‌برد و دولت قطر میانجیگر گفتگوها بود، این خبر را تایید کرده است. در این برنامه کمی دیرتر استقبال دول مختلف را دست کم از این آتش‌بس 4 روزه خواهید دید. محمود عباس ابراز خرسندی کرد اما میگوید باید از فشار اسرائیل کاسته شود. خانم ماریا زاکاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از آتش‌بس برای مددرسانی استقبال کرد. اتحادیه اروپا هم استثنا نبود و یکی از واکنش‌های اولیه به این اتحادیه برمی‌گردد. خانم هاجا لعبیب وزیر خارجه بلژیک هم از آتش‌بسی که منجر به آزادی زنان و کودکان می‌شود ابراز خوشنودی نمود. آنچه که تاکنون از آزادی زنان و کودکان می‌دانیم، 50 گروگان اسرائیلی آزاد می‌شوند، 4 روز آتش‌بس خواهد بود، 150 زندانی فلسطینی نیز به سرزمینشان برمی‌گردند. در هر دو طرف درگیر آزادی‌ها ابتدا به کودکان و زنان اختصاص داده شده است. روزنامه هارس می‌گوید 30 کودک، 8 مادر و 12 زن فاقد فرزند آزاد می‌شوند. حماس می‌گوید با این آتش‌بس 4 روزه پایان جنگ نخواهد بود. آنها می‌گویند انگشتان ما روی ماشه‌ها خواهند ماند. فرانسه 8 گروگان دارد که 3 نفرشان زیر 16 سال سن دارند. هر فامیل آرزو می‌کند آزاد شدگان از عزیزان آنها باشد. رسانه‌ها می‌گویند بیمارستان‌های غزه دره مرگ نام گرفته است. امیر عبداللهیان راهی بیروت شد و این نه فقط برای مقامات لبنانی که دیدن حزب الله و شاید با چمدان‌های اسکناس، چون بحران مالی بانکی در لبنان غوغا می‌کند. این عکس تبلیغاتی از خبرگزاری ایرنا برای جانبداری مردم حماس در ایران منتشر شده است. اگر باورتان بشود این سایت از قول امیر عبداللهیان ادعا دارد که او خطاب به امریکا گفته اگر جنگ ادامه بیابد ما وارد عمل می شویم. امریکا در پاسخگویی به حملات اخیر گروه‌های وابسته به حکومت تهران، در بمباران اخیر در پایگاه آنها در عراق 5 نفر کشته شدند. نظیر این پایگاه‌ها پیشتر در سوریه هم بمباران شده بود. 5 کشته شده اعضای گروه حزب الله و 8 شعبی گزارش می شوند. در تشییع جنازه این 5 نفر پرچم 8 شعبی به دور تابوت ها دیده شد. امریکا می گوید جمهوری اسلامی با ارسال اسلحه به روسیه می خواهد شریک جنگ علیه اوکراین باشد. منبع این خبر مقامات رسمی امریکا هستند که رسانه های بسیاری در سراسر دنیا به اصل خبر و یا بازتاب آن پرداختند. در چند روز گذشته رسانه‌های فرانسه از فرود آمدن یک سنگ آسمانی بر سقف یک اتومبیل خبر و تحلیل می‌نویسند. اگر علاقمند به شراب هستید، این 3 نوع شراب به عنوان بهترین شراب‌های بلژیک انتخاب شد، اما هنوز فرانسه با تولید 244 هزار تن شراب مقام اول را در جهان دارد. امروز در تقویم تاریخ سالگرد 60مین سال ترور جان اف کندی است که از آن روز تا کنون روزنامه‌نگاران باور دارند حقیقت خبر را شناخته‌اند.